سلام، به بالاتر از خبر 14 دی ماه خوش آمدید. انگار برگی از شناسنامه ایرانی ها باشد، این سه رنگ مهم در اهتزاز. پرچمی که هر جا بالا رفته ایرانی ها سرشان را بالا گرفت. پرچمی که به دست نخبگان علمی ماست و به دست قهرمانان ورزشی. پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بالای بالا. سردار پرچم ایران رو گرفته. این صحنه خیلی قشنگه. بچه ها نشونش بدید سردار. سردار خواهد بگید پرچمدار ماست. تو را به بند کینه بست. در مقابل تیم آمریکا رقم می‌خوره. و پرچمی که به قامت هزاران شهید این آب و خاک کشیده شده. اما در روزهای گذشته این پرچم از سوی آشوب طلبان اینگونه مورد اهانت قرار گرفت. مشکل اعتیاد و ازدواج و مسکن و همه اینا مشکلاتش هست، ولی نه به اندازه‌ای که بتونم ببینم پرچم ایران داره می‌سوزه. وقتی این نماد هویتی ایرانی‌ها در آتش اغتشاش سوخت، هویت اغتشاشگران بیش از پیش برملا شد. اینکه ایرانی نیستند و راهشون از ایرانیا جداست. اغتشاشگر خوب، اغتشاشگر بد. این دسته‌بندی دولت فرانسه است از انواع اغتشاشگران. اینها اغتشاشگران بد هستند که شب سال نو میلادی در فرانسه به خیابون‌ها ریختند و حدود 1000 ماشین رو آتیش زدند و 2 پلیس رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. بعد از این اتفاق پلیس فرانسه بیش از 500 نفر رو دستگیر کرد و آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه اشد مجازات رو برای مهاجمان خواست. مکرون خواستار اشد مجازات مهاجمان به 2 پلیس فرانسه شد. رئیس جمهور به این مسئله توجه و حساسیت ویژه‌ای دارد، چون خصومت بر ضد نیروی پلیس غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل است. حمله به نیروهای امنیتی ما حمله به جمهوری ماست. مقامات فرانسه از طرفی گفتن حمله به نیروهای امنیتی حمله به جمهوری این کشوره، اما از طرف دیگه در واکنش به اغتشاشات در برخی شهرهای کشورمون خواستار خیشتنداری دولت ایران در برخورد با اغتشاشگران شدن و سفرشون به تهران رو به تعویق انداختن. اغتشاشگران در ایران هم به جان مردم هم به جان نیروهای امنیتی تعدی کردن و به اموال عمومی آسیب زدن. اما انگار از نظر فرانسویا و برخی دوستان غربیشون اغتشاشگران خوب هستن و باید حمایت بشن. وقتی تلگرام جست مقابل با خشونت میگیره اما در عمل نمیتونه حمایتش از خشونت طلبان رو متوقف بکنه. اوایل همین هفته مدیرعامل پیام رسانه تلگرام بعد از اعتراض وزیر ارتباطات کشورمان اعلام کرد یک کانال ضد ایرانی رو به دلیل ترویج خشونت طلبی مسدود میکنه. کانال تلگرامی آمد نیوز اعضای خود را به استفاده از کوکتل مولوتوف علیه پلیس تشویق کرد و با استناد به قانون ممنوعیت اشاعه خشونت این کانال مسدود شد. این کانال تلگرامی که با انتشار اخبار و تصاویر دروغ برای ایجاد آشوب و اغتشاش تلاش می‌کرد مسدود شد. اما انگار از بالا به آقای مدیرعامل دستور رسید که نباید سد راه این کانال ضد انقلاب بشی و ما به اغتشاش آفرینی این کانال امیدها بستیم. به همین خاطر آقای مدیر دست به کار شد و نوشت: سران این کانال توانستند پس از عذرخواهی و متعهد شدن به عدم ترویج دوباره خشونت کانال دیگری راه اندازی کرده و بخش زیادی از اعضایشان را احیا کنند و ما از این مسئله استقبال کردیم. خیلی راحت فقط عذرخواهی کردن، خیلی راحت هم پذیرفته شد. این اقدام ما رو یاد درخواست خانم کلینتون میندازه از مدیر توییتر در سال 88 که بهشون گفت فعلا تعمیرات توییتر رو متوقف کنید، چون وظیفه مهمی در شعله‌ور کردن اغتشاش دارید. از نگاه‌های گرمتون ممنون. خدا نگهدار.